دوستان عزیز، با درود فراوان و مهر بسیار، همونطور که بهتون وعده دادیم امروز با آقای دکتر احسان نراقی به گفتگو می نشینیم، یک شخصیت جنجالی و پر سر و صدا. فقط من امیدوارم که آقای دکتر نراقی، الانم بیرون داشتم خدمتشون می گفتم، عصبانی نشن، چون انقدر ایشون رو اذیت کردن که بعضی وقتا عصبانی میشن. نه با من عصبانی میشن، این تون حد میگم یه وقت آره عصبانی میشن. بله آقای دکتر نراقی، شخصیت احسان نراقی همیشه یک شخصیت جنجالی و پرحرفی بوده، با اینکه شما هم در زمان محمد رضا شاه مشکلاتی داشتید، یعنی من به خاطر دارم اون موقع اگه کسایی ساواک میگرفت شما زنگ میزدید ساواک از اینا رو آزاد کنه، درگیر میشدید دیگه واسه بله. و بعد از انقلاب هم که شما رو بازداشت کردن، زندان بودید و مدت ها در زندان بودید که کتاب مشهورتون رو که نوشتید خاطرات زندانتون چقدر فروش کرد. حالا الان هم که اخیراً جنجال تازی راه افتاده، من برای بینندگان عزیزمون که میدونید نسل بعد از انقلاب تقریبا چون 30 سال شده 3 تا نسل اومده، نسل جدید بعضی وقتا ماها رو نمیشناسه، نمیدونید کی هستیم چه هستیم، و مقطعی با دیدن یک مقاله روی اینترنت، با خوندن یک کتاب کوچک یا بزرگ روی انسان ها قضاوت. من میخوام در مرحله نخست برای ما بگید که دکتر احسان نراقی کیه؟ عرض کنم که بنده قربان کسی هستم که جوانی آمدم به اروپا، پدرم می‌خواست من بفرسته به امریکا، من گفتم من چون با فرهنگ فرانسه آشنایی دارم و پدر مادرم هم اونام فرانکوفون بودن، ترجیح میدم برم به فرانسه. و در سن 19 سالگی بعد از جنگ 1945 پدرم گفتش که برای تو بهتر اینجا اجارتن چون به فرهنگ فرانسه علاقه داری سوئیسه. هم خب محیط سالمتریه، زندگی آسانتره و ضمناً هم فرهنگم قویاً فرهنگ فرانسوی. این بود که من رفتم اونجا و به قصد خوندن اول اقتصاد ریاضی رو می‌خواستم بخونم و تصور اون استادی که رو اون حساب می‌کردم سال اول فوت شد. بعد علاقه که داشتم یه مقدار زیاد به جامعه شناسی به خاطر ژان پیاژه که از اساتید اول دنیا بود، رفتم درس جامعه شناسی رو شروع کردم و من تقریبا بعد از جنگ جهانی اولین کسی بودم که جامعه شناسی رو خوندم. بعدم لیسانس رو در سوئیس گرفتم. اینقدر مشکل بود که ما جمعا در دوره لیسانس 3 تا آدم بودیم که جامعه شناسی رو خوندیم، بقیه نمیدم اگه مشکل بود دیگه، درس های زیادی داشتیم. 3 تا ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟ نه غیر ایرانی، فرانسوی بود یکشم سوئیسی. و بعد جریان مصدق پیش آمد، موقعی که من لیسانس هم گرفتم و مشغول تدارک دکترا بودم و 3 تا امتحان دکترامو دادم و تز گرفتم و شروع کردم به کار، جریان مصدق و نفت پیش آمد و ما اونجا خیلی جدن وارد کار شدیم در این جریان برای اثبات خلاصه تقلباتی که انگلیسی ها میکردن، یک عوامل انگلیسی مرسکر میشدن و از این قبل، و خیلی کمک کردیم. دقیقت اولین سفیری که مصدق تغییر داد یه آقای بود، آقای ابوالقاسم فروهر از آنگلوفیل های معروف بود که با همت ما از اونجا کنده شد. و بعدم خب ما ادامه داریم به همین جلسات برای اینکه روشن کنیم غربی ها رو که آقا حق ملت ایرانه و از این نوع مساله. بعدم بنده همیشه تو خارج از کشورم شما خیلی فعال بودین، بس از همون جوران دانشجویی اصلا اولی میگم اولین سفیری که تغییر داد مصدق برای بود که من متوجه شدم که مقالاتی که در سوئیس بسیار نامربوط و خلاف مساله ایران به دروغ اینا رو ما این نامه نوشتیم گزارش دادیم به مصدق و اون عمل کردین و بعدم روزنامه ها رو گفتیم اینه و مصدق هم با جروجان چیز کرد و گفتش که برای ما نوشت که سفرهای واقعی من شما هستید. خودش به سفرهای خودش اعتقاد نداشت دیگه. همین حرف رو بعدها خاتمی به شما هم زد که چی؟ که سفیر حالا بهش میرسیم که با سفرای خارج از کشور جمهوری اسلامی اعتماد نداشت، از شما خواست که
کار سفارتمون رو انجام بدید در از جا، درسته؟ بله دیگه، به این هم میرسیم حالا. شما برسه. از مصدق شروع کردیم بعد. بعد ما ایشونو تبدیل شد به آقای میکریه که مرد وطن پرستی بود، خانواده مشروط خواهی بود، خودش هم چاب قلم بود، اونو قبلنم با فروهر کار میکرد، فرستادنش به چکسلواکی. بعد از ما پرسیدن که کی مناسبه، گفتیم این آقا قبلا بوده، فرانکوفیل هم هست، کاملا فرانسه رو خوب میشست و فرهنگ فرانسه رو در سوئیس، و ایشون آمد و اول حرفی که بنده به ایشون زدم گفتم باید کار کنی که به مطبوعات سوئیس ثابت کنی که اون که تا حالا نوشتن اکثرا ناقص و دور از واقعیت بوده. این بود کار ما با اونا، ولی یه مقداری باعث شد که دولت. هنوز شما دانشجو هستید؟ دانشجو بودم دوره دکتری دیگه. دکتری. و پلیس سوئیس هم با ما میونه خوبی نداشت. چرا؟ برای که من یه حالتی داشتم که جوانا رو جمع میکردم و اینا، و بعد خلاصه خواستم. یعنی تیم داشتید چون؟ بله دیگه. خواستم. یه لوژ داشتین مخصوص خوب؟ یه گروه بودیم دیگه. سازمان دانشجویان ایرانی. خواستن ما رو از سوئیس اخراج کنن. مطمئن من چون با افراد وزارت کشور در حقیقت در رابطه بودم و حتی از نوشته‌های من استفاده میکردم برای شناخت مسائل ایران و اینا، به من یه مقداری ملاحظه داشتن و احترامی داشتن. گفتن ما میخواییم شما رو اخراج کنیم بریم با نظر خودتون. گفتم من باید دو سال دیگه بیام تلمو بهترونم، پس به من بدید اجازه این که دو سال دیگه برگردم. دو سال دیگه برگردم. گفتم بسیار خوب. این اجازه رو دادن و این بعد از هنوز مصدق نخست وزیره یا نه؟ نه دیگه. نه. بعد از کودتا؟ نه نه نه، مصدق نخست وزیر بود. آه. یک سال. بعد مرحوم آیت الله کاشانی هم پسردای پدرم بود. پدرم هم مرد دموکرات و مشروطه خواه. روحانی بوده پدر شما؟ بوده. بله. ولی در این حال مدرسه آلیانس فرانسیس هم دیده بود. فرانکوفون بود. بعد مدرن بوده، روحانی مدرن، به طوری که اغلب اعلامیه‌های آقای کاشانی رو پدرم می‌نوشت. اون صاحب تألیفات زیادی هست و کتابایی که نوشته راجع به مولا احمد نراقی و جد ما و اینا. خلاصه ما برگشتیم به ایران و اتفاقا یه انجمن ایرانی‌های تحصیل کرده در سوئیس تشکیل دادیم و برای اولین بار رفتیم دیدار سفیر سوئیس در ایران. گفتیم آقا این جمع ماست و ما میگه هیئت مدیره بود که منم جزوش بودم و روابط خوبی برقرار کردیم با اون سفیر که در اون به خاطر غیبت سفارت انگلیس چیز بود، ناظر بود به منافع انگلیس در ایران. یعنی دقیقا رابط بود با انگلیس ها. بعد وقتی که من خواستم بیام فرانسه به من فرانسوی های بورس دادن، چون خب از تهران. بله، زبان من قوی بود و اینا، و هم موقع هم تحقیقات کرده بودم، مقالاتی نوشته بودم. به من قسمت فرهنگی بورس داد و بعد ما گفتیم که میخوایم بریم سرراه به سوئیس. وقتی من رفتم پیش سفیر سوئیس که باش روابط دوستانه برقرار کرده بودیم، رفت قنسولش رو دید و برگشت گفت آقا شما ممنوع خروجی، ممنوع دخولی، نمیتونی بری سوئیس. گفتم خب شما یه ترتیب بدید که ما بریم اونجا و این حساب رو پاک کنیم با سوئیس، چرا دیگه حالا که دیگه برد چیز بود و اینا. خلاصه این دریان بعد از 28 مرداد. بعد از 28 مرداد. بله. آمدم به فرانسه و این دو سالی که در فرانسه بودم صرفا به کار علمی پرداختم. بعد از 28 مرداد خیلی من متأثر شدم. من همیشه میگم آخرین عشقی که ریختم برای سقوط مصدق بود. دیگه بعد از اون دیگه بازوی دیگه نکردید. برای سقوط شاه عشقی نریختید. نه بابا، سقوط شاه خودش عاملش بود. آخه شما خودتون نه ببینید، من یه وضع خاص داشتم. شما اگر پرونده منو ببینید، ببینید که چقدر شاه نسبت به من نظر منفی داشته. در عین حال روی نفوذ همسرش یه وقتایی یه میدید که حرفای من درسته. من مرتب فرهام میدیدم فساد خاندان پهلوی رو مرتب به اون میگفتم. من نوشته بودم این درسته که لیستی در کتاب منم آن فرح زیبا من نوشته بودم
که تشکیلات شهبانو فرای پهلوی یه دولتی بود که اون دولت ریاستش با دکتر احسان نروی بود. ریاستش نه اون نبود، ولی چون قطبی بود، قطبی خیلی آدم سالم و صمیمی بود و افراد علاقمندی بودیم واقعا، حالت تیم قوی بودین اونجا. بله تیم در تمامی زمینه‌های فرهنگی اطلاعاتی خارجی، عرض کنم خدمتتون که کمک